از دور به این جهانی که من ساختم و شما ساختید و همه ما ها دست به دست هم دادیم تا ساخته شده نگاه میکنید، چرا بشر اینقدر در سال 2024 اینقدر پسرفت داشته در زمینه آزادی؟ ببینید، پسرفتی که در زمینه آزادی گزارشش شما امروز مشاهده میکنید، پسرفتی است که در دهه گذشته آرام آرام شروع شده و همونطور که خانم پوراقایی اشاره کردن، بخشی از این موضوع برمیگرده به تغییر نظم بین‌المللی و کاهش قدرت هژمونیک ایالات متحده بعد از فروپاشی شوروی و بعد از فروپاشی شوروی قدرتگیری آرام آرام به چین. مسئله بعدی این هستش که در خاورمیانه هم موج مهاجرت‌هایی که صورت گرفته، این موج مهاجرت‌هایی که شما در دهه گذشته شاهد هستید، مسائلی که در انگلستان وجود داره، مسائلی که همین الان در ایالات متحده وجود داره، بخش مهمی از منازعه‌ای که بین آقای ترامپ و آقای بایدن وجود داره به بحث مهاجرت‌ها برمی‌گرده و بحث امنیت مرزها برمی‌گرده. نکته سومی که باید بهش توجه کرد این استش که مادامی که جامعه مدنی در جهان تضعیف میشه، قدرت‌ها چون میل به تمرکز دارن، آزادی‌های عمومی رو تهدید می‌کنن و تهدید شدن آزادی‌های عمومی و تمرکز قدرت مترادف با سرکوب سیاسی و اجتماعی هست و در سرکوب سیاسی اجتماعی ما تضییع حقوق اقلیت‌ها، تضییع حقوق نژادی و انواع و اقسامی از تضییع حقوق فرهنگی انسان‌ها رو شاهد هستیم که مجموعه اینها باعث میشه که آزادی عمومی کاهش پیدا بکنه. و در جاهایی که تمرکز عذرخواهی میکنم در جاهایی که تمرکز قدرت وجود داره، اساساً آزادی وجود نداره. نمونه این تمرکز قدرت رو شما در جمهوری اسلامی شاهد هستید که بیت آقای خامنه‌ای به واسطه تسلطی که در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پیدا کرده، اساساً مجلس رو، ریاست جمهوری رو، همه رو از اعتبار ساقط کرده.